سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو در ارتباط با ما همراه شدند. خانم قدرخان، اهدای جایزه نوبل صلح رو داریم به یک زن ایرانی دیگر. یک روز تاریخی است برای ایرانیان. اهدای چنین جایزه‌ای به فردی که هم اکنون در زندان جمهوری اسلامی است چه معنایی داره؟ درود بر شما و همه مخاطبین محترمتون و عرض تبریک به همه زنان ایران و همه ایرانیان و همینطور خانواده خانم محمدی عزیز و خودشون. این جایزه در واقع ارزش بسیار زیادی داره، برای اینکه نرگس محمدی همونطور که اشاره کردید هنوز در زندان هست جمهوری اسلامی، هرچند فشارهای خودش رو بر نرگس محمدی حتی بعد از دریافت این جایزه کم نکرد، بلکه ما شاهد فشار بیشتر هم بر او بودیم. سختگیری بر نرگس محمدی ادامه پیدا خواهد کرد، نه تنها از طرف نیروهای امنیتی در داخل، بلکه از طرف کسانی که دلشون نمیخواد حتی در بدنه جمهوری اسلامی، کسانی که به اسم اصلاح طلب به نشون میخوان بدن در ظاهر که طالب اصلاحات هستن، ولی اونها هم فشار رو به صورت کاملا نامشخص ادامه خواهند داد در تحلیل هاشون، در صحبت هاشون. و این فشار نشون میده از اینکه این جایزه یک تودهنی بزرگ بوده به جمهوری اسلامی و به کسانی که مثل جمهوری اسلامی فکر میکنن. دادن این جایزه به نرگس محمدی در زندان در واقع یک شکل نمادینه از این که یک خورشیدی در داخل زندان زندانیه و نورش داره به بیرون میتابه، صداش هنوز خاموش نشده. در تمام مدتی که در زندان بوده ما دیدیم که افشاگری های بسیار مهم و تاثیرگذار علیه جمهوری اسلامی انجام داده، در مورد زنان صحبت کرده، شکنجه هایی که داخل زندان میشن. فراموش نکنیم که با اینکه نرگس محمدی داخل زندان و خودش تحت شکنجه و فشار بود، ولی صدای زنان زندانی بود، صدای زنانی بود که داخل زندان هستن، فراموش شدن یا کسی اونها رو نمیشناسه و نمیشنوه. و ما از طریق در واقع فعالیت هایی که خانم محمدی از داخل زندان داشتن تونستیم در واقع به لایه های بسیار پنهانی شکنجه زنان در داخل زندان های جمهوری اسلامی دسترسی پیدا بکنیم که کار بسیار ارزشمندیه. نرگس محمدی در این سالها صداش خاموش نشده، صداش خاموش هم نخواهد شد. جمهوری اسلامی راهی رو که برای در واقع برخورد با نرگس محمدی و نرگس محمدی ها در پیش گرفته کم نمیکنه، هرچند که این تو دهنی رو میخوره، اما این جایزه میتونه در واقع یک نقطه روشن دیگه‌ای برای فعالیت‌های زنان علیه شکنجه، علیه سرکوب و علیه فشارهایی که جمهوری اسلامی در این چند سال بر اونها داشته، در واقع یک نقطه روشنی میتونه بر اون باشه و یک نقطه روشنی به تابونه. و این جایزه و جایزه صلح نوبل در واقع به خانم نرگس محمدی میتونه نشانگر این هم باشه که هرچند دنیای غرب با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، ولی باز هم با دادن این جوایز در واقع میتونه بگه که ما صدای زنان رو در داخل ایران شنیدیم، صدای فریادهای مظلومین رو در داخل ایران شنیدیم، خیلی هم بی‌اعتنا بهش نیستیم. هرچند که وقتی حرف قدرت میشه و حرف در واقع پول و معاملات بزرگ میشه، باز هم با جمهوری اسلامی سر یک میز میشینیم، اما خب باز جای امیدواری داره که ما صدای مردم رو شنیدیم، این جایزه رو دادیم و شاید در واقع در عرصه دولت ها نشه کاری الان کرد، ولی حداقل اینکه سایر زنان فعال حقوق زنان و علیه خشونت و اونهایی که فعال هستن علیه خشونت علیه زنان در سایر کشورهای دنیا آگاه میشن و در واقع نگاهشون یک بار دیگه به ایران برمیگرده. خانم قدرخان، اشاره کردید که در این حال که یک حرکت نمادین هست، مشت محکمی هست در واقع بر دهان حکومت جمهوری اسلامی و این که خب نشون میده که کشورهای غربی هم توجه دارن به این مسئله، اما این جایزه آیا تأثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هم میتونه بذاره؟ شاید در کوتاه مدت نداشته باشه، همچنان که نداشته، همطور که جایزه که خانم عبادی با فاصله 20 سال گرفتن واقعا شرایط حقوق بشر رو در ایران بهتر نکرد، ولی میتونیم حداقل امیدوار باشیم که تمام خشونت ها و سرکوب هایی که جمهوری اسلامی انجام میده بیشتر دیده بشه و صدای زنان بلندتر باشه. یادمون باشه زنان در جمهوری اسلامی از شهروند درجه دو هم کمتر بودن همیشه در این سالها، ولی در جنبش زن زندگی آزادی یک اتفاقی افتاد که حتی گروه های سنتی هم صداشون در اومد و ریزش کردن و این خودش نشانه مهمی، شاید در کوتاه مدت تاکید میکنم تأثیری نداشته باشه، ولی ما خیلی امیدواریم که در بلند مدت تأثیر داشته باشه و در نهایت یک جایی صدای نهادهای حقوق بشری در بیاد و جلوی سرکوب های جمهوری اسلامی علیه زنان، علیه کودکان، علیه مردان و جوانان رو بگیرن و این جایزه ها بتونه در واقع یک نقطه امیدی باشه برای آینده حقوق بشر در ایران. سپاسگزارم از شما سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو کانادا همراه ما.